کتاب خاطرات ملکه پهلوی، تاج الملوک آیرملو، همسر اول رضا شاه، مادر محمد رضا شاه پهلوی. مصاحبه کنندگان: ملیحه خسروداد، تورج انصاری، محمد علی باتمانقلیچ، ناشر، مؤسسه انتشارات بهافرین. اگر تا الان من رو سابسکرایب نکردید، با زدن دکمه پایین ویدیو با من همراه شید که در اینجا من از زنان تاریخ ساز و موفقی که در طول تاریخ نادیده گرفته شدن رو به شما دوستان عزیزم معرفی میکنم. باشد که توانسته باشم قدمی هرچند کوچک برای بانوان سرزمینم برداشته باشم. با من همراه باشید. آشنایی و ازدواج با رضا شاه، قسمت دوم. چون پدرم میر پنج بود و رضا یک آدم با درجه پایین، جرأت نمی کرد قدم جلو بگذارد و از من خواستگاری کند. چند ماهی نگذشت که با حمایت پدرم رضا در کار خود ترقی کرد و فرمانده یک گروه از قزاق‌ها شد. حالا یادم نیست مثلا چه درجه گرفت و یا چه شد و چه نشد. فقط می دانم که از قزاقی ساده در آمده بود. چند وقت بعد برای خواهر ارشدم یک خواستگار آمد و پدرم هم چون شخص خواستگار از همکارانش بود، دست او را در دست خواهرم گذاشت و عالمتاج با سرهنگ مینباشیان ازدواج کرد. خواهر دیگرم هم با محسن حجازیان ازدواج کرد که یک دکتر بود. رضا که دوروبر خانه ما میپلکید، وقتی دید یک خواهرم به عقد ازدواج سرهنگ مینباشیان در آمده و یک خواهرم هم زن یک دکتر شده است، به کلی ناامید شد و چند وقتی سراغ ما نیامد. در اینجا باید بگویم که مرحوم پدر بنده به واسطه آنکه تحت تربیت روزها در بادکوبه بزرگ شده و در جوانی برای تحصیل نظامی به مدرسه نظامی سن پترزبورگ رفته و با محیط اروپا آشنا شده بود، بسیار آدم منور الفکر و فهمیده‌ای بود. در آن مواقع در ایران زنها چادر و چاقچور می‌کردند و حتی روی صورت خود پارچه سیاهی می‌انداختند و افکار عمومی فوق‌العاده عقب مانده بود. اما پدرم ما را در محیط منزل آزاد گذاشته بود و ما اگرچه حجاب داشتیم، اما این حجاب به یک روسری به سبک اروپایی ها منحصر می شد و خودمان را کفن پیش نمی کردیم. پدرم که متوجه برودت روابط رضا با خودش و با ما شده و موضوع را حد زده بود، قدم پیش می گذارد و به رضا می گوید اگر می خواهی داماد من بشوی، من حرفی ندارم. رضا که آدم نکته سنجی بود به مرحوم پدرم می گوید دامادهای شما هر دو دارای مناسب بالا و موقعیت اجتماعی بالا و پول و خانه و امکانات عالیه هستند، در حالی که من یک قزاق یک لاغبا هستم و همتراز آنها نیستم. مرحوم پدرم که تنها فرزند پسرش در انقلاب قفقازی مفقود الاثر شده بود، به رضا می گوید تو جای پسرم را برایم پر کرده ای و علاقه من به تو لاحد است و در صورت ازدواج با تاجی، پدرم مرا تاجی صدا می زد، در حد امکان به تو کمک خواهم کرد. به این ترتیب مقدمات ازدواج ما فراهم شد و پدرم یک خانه کوچک در حوالی منزل ما در حسن آباد برای رضا اجاره کرد تا عروس خود را به آنجا ببرد. لازم است توضیح دهم که من با رضا بیش از 20 سال اختلاف سن داشتم. رضا متولد 1257 بود و من متولد 1276. اما این اختلاف سن تأثیری در شیرینی و حلاوت زندگی مشترک ما نداشت و ما زندگی خوبی را با هم آغاز کردیم. البته شما بهتر از من می دانید که در آن موقع دختران را در سن کم شوهر می دادند و چه بسیار دخترانی که زن پیر مردان کهنسال می شدند. اصولا سن دختر به 10-11 سال که می رسید می گفتند دختر ترشیده است. ما در یک همچین محیطی زندگی می کردیم. حالا بگویم که اسباب زندگی ما چه بود؟ یک عدد زیلوی ساده که کف یک اتاق را کاملا می پوشاند، یک عدد تش و یک عدد کوزه و دو عدد صندوق چوبی، چند دست لحاف و تشک و یک لحاف کرسی و مقداری خرت و پرت.
من در همین خانه محمد رضا و اشرف را به دنیا آوردم که محمد رضا چند دقیقه زودتر از اشرف به دنیا آمد. اسم قابله را یادم رفته ولی ورامینی بود. در بعضی کتاب‌های تاریخی دیدم نوشتن مادر رضا با ما زندگی می‌کرده است. خدا رحمت کند، مادر رضا نوشافرین خانم بود که در زندگی خیلی رنج و سختی دیده بود. خود رضا برایم تعریف می‌کرد که پدرش عباس علی خان درست 2 ماه پس از تولد او فوت کرده است. مادرش به همین علت رضا را بدقدم می‌دانست. عباس علی خان پدر رضا دارای 5 همسر بود. 4 همسر رو برایش جمعاً 32 فرزند به دنیا آوردند که از میان آنها من 7 پسر و 4 دختر را دیده بودم و می شناختم. اما حتی خود رضا هم نمی دانست بقیه برادران و خواهران ناتنیش کجا هستند. آیا حیات دارن یا نه؟ همسر آخری مادر رضا بود که همین 1 فرزند را زایید و بعد هم عباس علی خان به علت ابتلا به زادوریه جان سپرد. نوشافرین خانم پس از مرگ شوهرش رضا را بر می دارد به سوی تهران حرکت می کند که همه از این داستان آگاه هستند. اما من چون از زبان خود نوشافرین خانم شنیدم، یک بار دیگر این ماجرا را نقل می کنم. پدر رضا در آبان ماه سال 1257 فوت می کند و نوشافرین خانم 1-2 ماهی در آلاشه سوادکوه باقی می ماند. اما چون با بیمهری خانواده شوهرش مواجه می گردد، از آنجا کوش کشیده رو به سوی تهران راه می افتد. پدر رضا نظامی و جمعی فوج سوادکوه بوده است. این خانواده نسلن در نسل نظامی بودند و پدر بزرگش به نام مراد علی خان هم در جنگ های ایران و روس مشارکت کرد و حتی در هرات هم جزو قشون ایران جنگیده بود. نوشافرین خانم از روحیه استبدادی شوهر مرحومش شکایت داشت و می گفت از زندگی کوتاه مدت با مرحوم عباس علی خان خیلی ندیده بود. نوشافرین خانم در سر راه تهران دچار برف و بوران و سرما می شود و در حوالی امامزاده هاشم متوجه می شود فرزندش رضا سرما زده و بلکه یخ زده شده و نفسش در نمی آید. با حزن و اندوه زیاد و با دل شکسته طفل بیجان را به خادم امامزاده می سپارد تا پس از فرو نشستن برف و مساعد شدن هوا جنازه را دفن کند. اما پس از ترک محل و طی چندین فرسخ راه مهر و علاقه مادری بر او فائق و فلفور به محل امامزاده هاشم مراجعت و در کمال تعجب و ناباوری مشاهده می کند طفل بیجان که خادم امامزاده در محل آخور استبل قرار داده بود تا فردا به خاک بسپارد جان دوباره یافته و آثار حیات در ناصیه او مشاهده می گردد. لذا فوراً دست به کار تغذیه طفل شده و خلاصه رضا از عالم اموات مراجعه و حیات دوباره می‌یابد. نوشافرین خانم در تهران برادری داشت که نزد او می‌رود و رضا را تا سنین نوجوانی در خانه برادر بزرگ می‌کند. پس از آنکه رضا از آب و آتش می‌گذرد و برای خودش ممر درآمدی پیدا می‌کند، نوشافرین خانم برای خود شوهری اختیار کرده و خانه برادر را ترک می‌کند. من این زن زحمتکش و بسیار مهربان را فوق‌العاده دوست داشتم و باید بگویم که او هم به من علاقه زیادی داشت. نوشافرین خانم از ازدواج دوم خود دارای فرزند نشد، اما شوهر دومش از همسر اول خود 1 پسر داشت به نام هدیک جان که از آن به بعد شد برادر ناتنی رضا شاه. برادر ناتنی رضا هدیک جان آتابای در آتیه پزشک ارتش شد و با دختر بزرگ رضا همدم السلطنه ازدواج کرد. بعدها که رضا ارتش نوین ایران را به وجود آورد، این برادر ناتنی را در سال 1308 به ریاست اداره دارویی ارتش منصوب کرد و اسم او را از هدیک جان به هادی تغییر داد. رضا به اسامی عجیب و غریب بی نهایت حساس بود و افراد را مجبور می کرد تا اسم خود را عوض کنند و یک نام معقول برای خود انتخاب کنند.
مثلا در زمان سلطنتش یک رئیس دفتر داشت که اسم او خیلی نامعنوس بود. اگر اشتباه نکنم رحیم علی فقی یعصوبی نام داشت. رضا اسم او را عوض کرد و گذاشت رحیم هیراد. اسم هدیکشان را هم به هادی عوض کرد. اسم یکی دیگر از برادران ناتنیش نباس علی بود که اسم او را هم عوض کرد و گذاشت علی. البته تا موقع به سلطنت رسیدن رضا مردم ایران شناسنامه نداشتند و اغلب افراد را به نام پدرشان صدا می کردن. اسامی هم عجیب و غریب بود و اکثرا اسامی به گونه ای از اسم محل و روستای اشخاص اقتباس می شد. به نام علی، نبات قلی، نبات علی، گدا علی از اسامی معمولی مردم بود. رضا موقع دادن سجل به مردم دستور اکید داد تا اسامی نامانوس روی مردم گذاشته نشود و همه علاوه بر اسم دارای نام فامیل هم باشند. ببخشید من در ذهن حرفایم از موضوع پرت می شوم. آها کجا بودیم؟ بله تولد محمد رضا و اشرف. سوال: اگر ممکن است قدری بیشتر در مورد زندگی خصوصی خود در سالهای اولیه زندگی با رضا شاه توضیح بدهید و بعد برسید به تولد اولین فرزندانتان. ملکه مادر تاج الملوک مثلا چه بگویم؟ من که حالا چیز زیادی یادم نیست. شما حواستان هست که من الان چند سال دارم؟ فقط باید چیزهای کلی را بگویم. مثلا رضا خیلی زیاد مادرش را دوست داشت. با اینکه از ازدواج دوم مادرش ناراضی بود و اونطور که خودش میگفت هیچ وقت حاضر نشد توی صورت ناپدریش نگاه کند، اما چیزی بر روی مادرش نمی آورد و خصوصی به من میگفت در واقع مادرش حق داشته شوهر کند. رضا در نوجوانی خیلی زحمت کشیده بود. آنطوری که خودش تعریف میکرد مدت‌ها شاگرد مسگری بود و کارش دمیدن با دهان در دم آتشخانه مسگری بوده است. بعدها چند شغل دیگر را هم تجربه میکند که آخر سر جزو ابواب جمعی استبلخانه سفارت انگلستان میشود و در آنجا اسبها را تیمار میکرده است. پس از این مرحله وارد دیویزیون قزاق می شود و چون اصالتاً از یک خانواده نظامی بوده و روحیه اش با نظامیگری جوشش داشته در این مسیر متعالی شده و پیشرفت می نماید. عزیزانم اگر از ویدیوی من خوشتون اومده و براتون سودمند بوده، برای حمایت از من ویدیو رو لایک و کانال من رو سابسکرایب کنید و یادتون نره زنگوله رو به صدا در بیارید و روشن کنید تا هر وقت ویدیوی جدیدی گذاشتم شما جزو اولین نفراتی باشید که ویدیوی من رو میبینید. البته باعث افتخارم است که شما در کنارم هستید و حمایتم میکنید. سپاسگزارم از حضورتون و دوستتون دارم و خدا نگهدار.